سلام بینندگان عزیز تلویزیون پرتو، برنامه یک ساعتی ما مصاحبه هست با کوروش مدرسی در مورد مسائل متعددی که براتون بشمارم که چی هست. در مورد اعتراضات وسیع کارگران در ایران در مراکز مختلف علیه اخراج، علیه پرداخت نشدن دستمزدها و علیه گرانی، در مورد محکومیت 5 تن از رهبران کارگران هفت‌تپه، سندیکای هفت‌تپه که محکوم شدند به اینکه خارج از محکومیت زندانشون 3 سال حق فعالیت صنفی، یعنی فعالیت به عنوان فعال کارگری ندارند. در مورد جدل‌هایی که بر سر دستمزد هست در بین فعالین کارگری، اصلا جمع کردن تومار و امضا از بین توده وسیع کارگران کار مثبتی هست یا نیست، در مورد اعتراضات توی دانشگاه ها و در مورد جدل هایی که در مورد دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب هفته های گذشته بوده است، چه در مقابلشون چه در دفاعشون و ادعاهایی که وزارت اطلاعات داشته، در مورد اول ماه می، چرا اول ماه می مهم هست اصلا و ویژگی اول ماه می امسال به ویژه در ایران، و به دنبال این آیا کروبی میتونه با برنامه‌ای که ارائه داده فضای انتخاباتی رو داغ کنه، گرم کنه، و به علاوه بحث انتقاد ناسیونالیست ایرانی از اوباما که داره با جمهوری اسلامی سازش میکنه، سیاست جدید اوباما و آمریکا تو سطح دنیا و در رابطه با افغانستان، پاکستان و جاهای دیگه که آمریکا حضور مستقیم تری داره، اینا مسائلی هن که کوروش مدرسی در برنامه این یک ساعت به سوالات من جواب خواهد داد و امیدوارم که قابل استفاده باشه برای شما. توجهتون به این برنامه جلب میکنم. کوروش مدرسی لطف کردید شما پشت خطید و بینندگان عزیز میدونن که ما کوروش مدرسی رو در استودیو نداریم. خواهش میکنم، خیلی ممنون. کوروش مدرسی، ما بحثمون در مورد اوضاع احوال چه ایران چه بیرون با فشاری که به کارگران هست در ایران شروع کنیم و بحران و گرانی که هست. احتمالاً و نه احتمالاً حتما شما تعقیب کردید که تقریبا روزی نیست که در بخش‌های مختلف کارگری در ایران اعتراض نشه علیه اخراج. اخراج‌های زیادی شده در این مدت در مناطق مختلف، از مرکز تا مناطق دیگه کشور، بیکار کردن ها و به علاوه دستمزد ندادن ها و بالا نبردن دستمزد که هیچ پایین نبردنش، اینا معضلاتی است که هنوز ادامه داره. در بین اینها اعتراضاتی که در مراکز مختلف هست علیه اخراج به نظر میاد مهمتره و زندگی بخش وسیع از طبقه کارگر ایران در تباه میشه. خود جمهوری اسلامی میگه که آمار بیکاری بالا رفته، خودشون نرخ بیکاری رو 12.5% اعلام کردن این ماه که خیلی طبیعه دروغ میگن، اما خودشون دارن به نوعی اعلام میکنن که بیکاری نرخش بالا رفته. این موضوعیه که اگه اجازه بدید شما صحبت کنید در موردش. بله، عرض کنم که همونطور که گفتید اوضاع جامعه ایران هم چیزی جدا از اوضاع دنیا نیست که وضعیت بحران زده یه بزرگی که ضرب میشه در کل مسائل خاص سرمایه‌داری در ایران و جامعه ایران و جمهوری اسلامی که اونجا داره فعالیت میکنه، و همه اینا رو وقتی بخواهیم خلاصه بکنیم در یک کلمه اینه که جمهوری اسلامی برای خودش این رسالت رو گذاشته و این رسالت رو داره، مدت هاست این رسالت رو داره و این رسالت رو برای خودش گذاشته که سرمایه رو تو ایران دوباره سوداور بکنه. بحرانی که سرمایه داری داره بحران سوداوری سرمایه است، سود سرمایه تو سطح دنیا اومده پایین، تو ایران هم کفر ما همینطور اومده پایین، و تنها راه بردن بالای سود سرمایه، تنها راهی که سرمایه‌داری میشناسه برای اینکه سرمایه را از این وضعیت در بیاره اینه که سوداوریشو ببره بالا. هر کسی هم که الفبای زندگی تو
جامعه امروز جهانی، جامعه امروز ایران رو بدونه، نه خواهد درس اقتصاد خونده باشه، جامعه ایران رو بدونه میدونه که بالا بردن سوداوری سرمایه معنیش اینه که از معیشت اون کسی که سود رو تولید میکنه بزنن، یعنی این که طبق کارگر رو دستمزدار بیارن پایین، بیکارسازی بکنن، کارخونه های کم سودده رو ببندن، خصوصی بکنن، همه مزایا رو بزنن، اون چیزی که هست به اسم مزایا، هرچی هست رو بزنن، یعنی به اصطلاح پرچم و پلتفرم و اعلامیه و مانیفست سرمایه‌داری برای روبرو شدن با اوضاعی که امروز هست، خراب کردن اوضاع رو به دوش طبقه کارگر و مردم زحمت کشه و شریک شد دست بردن تو سفره خالیشونه، گفتم بالا بردن ساعت کار، اخراج، تعطیل کارخونه‌های کم سودده، پایین آوردن دستمزدها به زیر حتی سطح مینیمم و سطح معیشت، همه اینا عوارض شما وقتی تو جامعه ایران می‌بینید خودش در شکل پایین آوردن دستمزدها، تعطیل کارخونه جات، اخراج وسیع اینا صورت میده و مبارزه هم که طبق کارگر داره میکنه مبارزه برای هست نیستش، چاره ای نداره جز این که مبارزه بکنه، کارگر این شانس رو نداره، این امکان رو نداره که مبارزه نکنه، وقتی دارن بیرونش میکنن خود و خانوادش داره به نابودی کشیده میشه، بچه هاش به خیابون رونده میشن، خیلی از خانواده ها به فحشا کشیده شدن و میشن و این بدبختی بزرگیه و تعرض بزرگیه که جمهوری اسلامی به هست و نیست طبق کارگر مردم زحمت کش کرده و طبیعتاً در مقابلش داره اعتراض میشه، اعتصاب میشه، تظاهرات به هر شیوه ای اعتراض داره میشه و مقاومت داره میشه. این مدت حالا بحث یکم حاشیه‌تر هست، در بین بخشند فعالین کارگری بود یه جدل هرچند خفیفی در گرفت در مورد مبارزه برای بالا بردن دستمزدها و بحث این که تومار و امضا جمع کنه نه نکنن، بخشی از فعالین کارگری تومار جمع کردند، نهادهای کارگری و بخش حدوداً 10-15 هزار نفری امضا کردند که خواستار بالا بردن دستمزدها شدند، بخشی هم منتقدشون بودند و میگفتن که امضا جمع کردن راهش نیست و نباید اون کار کرد. توی همون چارچوب شاید نکته ای هست بد نیست بهش اشاره کنی، نظر شما چی هست؟ ببینید من بعید میدونم با امضا جمع کردن به چه جمهوری اسلامی رو مجبور کرد دستمزد رو ببره بالا و طبیعت این یک، دوم این که اگه امضا جمع کردن بشه آلترناتیو اشکال دیگه مبارزه، یعنی هیچ کاری نکنیم بشینیم امضا فقط جمع بکنیم، بلکه دلشون به رحم بیاد دستمزد ما رو بدن، این خب معلومه شیوه درستی نیست، به خاطر اینکه ناموفق میشه کارگر از اشکال به اصطلاح واقعی تر و قابل پیروزی تر مبارزه ممکنه پس بزنه یا دلخوشش کنه یا به اصطلاح توهمی دوچارش کنه، ولی به طور کلی نمیشه این حکم داد، چون اگه آلترناتیوش نباشه، اگه تلاشی باشه برای اینکه تو صف خود طبقه کارگر به اصطلاح یه درجه اتحاد به وجود بیاد، یه درجه نزدیکی بیشتر به وجود بیاد، بخشی از یه تلاش همه جانبه برای ایجاد یه اتحاد وسیع‌تر تو صفوف طبقه کارگر باشه، به نظر من اون وقت کاری مجاز، هم کاری که خارج کشور هم همه میکنن، خیلی هم میکنن، همین گروه های چپی تو خارج کشور به اصطلاح به قول خودشون میگن پتیشن امضا میکنن، جمع میشن سعی میکنن مردم از هرچی بیشتری یه چیزی خواستی رو امضا کنن و بتونن به اصطلاح به عنوان اساسا به عنوان یه ابزار تبلیغی، یه ابزار آگاهگری، یه ابزار خودآگاهی به وجود آوردن، یه احساس تعلق متقابل بین به اصطلاح تو پایین طبقه کارگر به وجود آوردن، اگه از این تو این چارچوب ازش استفاده بشه به نظر من یکی از اشکال عادی مبارزه در اون طبقه کارگر همیشه اینجوری نیست که طبق کارگر یا اعتصاب میکنه یا میاد خیابون فقط داد میزنه و تظاهرات میکنه یا اینکه هیچ کار دیگه نمیکنه. هم اشکال بسیار متنوعی از مبارزه هست و اعتصاب برای کارگر یکی از دردآورترین تصمیمهای زندگیشه، مثل دانشجو نیست که به اصطلاح امروز اعتصاب براش یه امر
افتخارآمیز مبارزه جویانه است، میاد تو خیابون داد میزنه یا نمیره سر کلاس. کارگر براش اعتصاب کردن یعنی رفتن تو کام خطر بیکاری، یعنی رفتن تو کام خطر اینکه خودش و خانواده‌اش به فحشا و بدبختی کشیده بشن، رفتن تو کام به اصطلاح خیلی کار، یه جنگ بسیار خونباریه برای طبقه کارگر. این رو متاسفانه بخش زیادی از به اصطلاح چپ خورده بورژوای جامعه که اصلا متوجه شرایط زندگی طبقه کارگر نیست، متوجهش نیست، در اینجا فکر میکنه تنها شکل اعتراض اعتصاب کردن. اینطور نیست، همه اشکال اعتصاب هم یه شکلشه، تظاهرات هم یه شکلشه، امضا جمع کردن هم یه شکلشه، جمع شدن و کار یه ساعت توقف کار یه شکلشه، آگاهگری یه شکلشه، میتینگ گذاشتن یه شکلشه، جمع شدن و جلسه سخنرانی گذاشتن شد، انواع اشکال مختلف داره. ما احتیاج داریم به اینکه وسیع‌ترین اتحاد رو تو صف طبقه کارگر به وجود بیاریم. بحران باعث میشه که تفرقه و شکاف تو صف طبقه کارگر بالا بره، به خاطر دقیقاً به خاطر خطر بیکاری. باعث میشه که کارگرها محتاط‌تر بشن، چون ممکن بیکار بشن و بیکار بشه بعید دیگه کارگیرش بیاد تو این وضعیت و خودش و خانواده‌اش به نیستی کشیده میشن. همه اینا تو همه جای دنیا نه فقط ایران اینطوره و یه کمپین وسیع و یه تلاش همه جانبه برای به وجود آوردن هر درجه ای از اتحاد توی صف طبقه کارگر برای مقاومت، برای دادن روحیه مقاومت، برای ایجاد یه سنگر و برای ایجاد یه احساس نزدیکی و به اصطلاح همسرنوشتی توی صفوف طبقه کارگر به نظر من نه تنها ایرادی نداره بلکه لازمه و به شدت مفیده و باید بخشی از زندگی ما، بخشی از کار ما همینه. فقط کار ما آکسیون کردن نیست، کار ما ایجاد اتحاد به هم بافتنه. اگه تو این راه احتیاج هست یه جایی به اصطلاح توماری هم امضا بشه به نظر من ایرادی نداره، ولی اگه کسی به عنوان آلترناتیو بقیه اشکال مبارزه قرار بوده یه جایی اعتصاب بشه و میشده بشه و نه یکی اومده گفته نه اعتصاب نکنیم فقط تومار امضا کنیم، اون وقت اونجا باید تازه با احتیاط گفت که این کارو بکنی یا نکنی. فرق میکنه مثلا با یه موردی مثل 1 میلیون امضای این به اصطلاح حرکتی که تو ایران به راه افتاده بود در حقوق، در دفاع از حقوق زن، اون یه حرکت به اصطلاح دیگه بود. این رو نمیشه همینجوری هر فرمولی رو تسری داد از هر جایی بر جای دیگه. به نظر من اگر اقدامی تا اینجایی که من مطلع هم یا خبرهایی که من شنیدم با کسایی که من حرف زدم، این یه اقدامی برای اینکه تو یه درجه اتحاد توی صفوف طبقه کارگر وجود بیاره و از این نظر ایرادی نداره، نمیشه بهش پرید، بهش چیز کرد، بهش به اصطلاح فی نفس انتقاد کرد. این شیوه ما امضا جمع کردن نیست، این حکم غلطیه. شیوه ما امضا جمع کردن هم هست، قیام کردن هم هست، انقلاب کردن هم هست، امضا جمع کردن هم هست، همه جور کاری تو شیوه ما هست. کسی که این رو متوجه نیست به نظر من خودشو از بخش زیادی از ابزارهایی که هست برای متحد کردن طبقه کارگر محروم میکنه و طبقه کارگر رو از مبارزه عملا کنار میزنه. اینطوری نیست که اگه امضا نکنه میره اعتصاب میکنه. این شرایط بحران به نظر من کار بسیار مشکلیه، کار سختیه که به خصوص کارگر شاغل هم میدونم کارگری که کار نداره رو بالاخره به عصیان میکشه دیگه، چیزی نداره از دست بده، ولی کارگری که شاغله رو در زمان بسیار مشکله، به سادگی به اعتصاب کشیده نمیشه چون خطر همه زندگیشو تهدید میکنه و جامعه درست در آستانه یه همچین پرتگاهی قرار گرفته. کوروش مدرسی مطلعید که 5 نفر از رهبران سندیکای هفتپه رو ضمن محکومیت‌های مختلف از 3 سال به مدت 3 سال از فعالیت صنفی منع کردند قانوناً توی ایران. در این مورد میخواستم ذره‌ای بپرسم. یعنی طبقه کارگر محروم از منع از فعالیت صنفی، یعنی چیزی اضافه نکردن به محرومیتی که این کارگرها کشیدن، عملا باش روبرو بودن. این کارگرها فعالیت صنفی برای طبقه کارگر ممنوعه تو ایران، این خیلی اول و آخرش. این که شما مجازی بری به اسم خمینی و قرآن و پیغمبر و طرفداری از رژیم انجمن اسلامی درست کنی و این کار رو بکنی، این چیز آزادی در مبارزه به اصطلاح صنفی نیست. مگه اوساندو چرا زندانه؟
بقیه کارگرانی که به اصطلاح دستگیر شدن اینا چرا زینا فعالیت صنفی کردن. میخوام بگم که حکمی که دادن حکم محرومیت از مبارزه صنفی از یه طرف ترس رو جمهوری اسلامی رو نشون میده که دست به اقدام وسیع تری بزنه، از یه طرف دیگه یه حالت تبلیغی داره. به نظر من این جنبه از محکومیت یه به اصطلاح یه جور مثل کسی که میگه پخ میکنه، جرأتشو نداره، زورشو نداشته، نتونسته به اصطلاح کار زیادی بکنه، اینا رو منع کرده از فعالیت صنفی. فعالیت صنفی از همیشه برای طبقه کارگر ممنوع بوده، الانش هم ممنوعه برای این فعالین بیشتر از همه ممنوع بوده، همیشه الان هم ممنوعه. منتها صرف اصلا به دادگاه بردن اینا، محکوم کردن اینا، به نظرم اینا رو باید به شدت محکوم کرد و به اصطلاح افشا کرد، رسواش کرد جمهوری اسلامی با همه خواصی که همه میشناسن. ولی بعید میدونم ما به ازای عملیش چیز زیادی، تغییر زیادی در وضعیت کارگرا به وجود بیاره. یک کمی ترسوندن توش، یکم هم ترسیدن جمهوری اسلامی از هر دو جنبش میشه توش خون. گمون نمی کنم که به اصطلاح تصمیم خیلی شداد و قلازی باشه نتونسته جمهوری اسلامی بگیره، ولی همین قدرش هم باید محکوم کرد. بی اما اگر بی آره و نره باید محکومش کرد. اگه اجازه بدید، حالا که توی بحث فعالین کارگری و مبارزه برای دستمزد و موزل بیکاری هستیم، مسئله دیگه ای که مهم هست و داریم بهش نزدیک میشیم اول می هست. اول ماه می روز جهانی کارگران. طبعا سوالی که من میکنم احتمالا به نظر خیلی ها سوال نوجهی باشه، منطقه میخواستم بپرسم چرا اول می هستن؟ چرا لازم هست؟ چرا مهمه؟ چرا باید اول می رو گرفت؟ ببینیم یه واقعیتی که باید بهش توجه بکنید اینه. جامعه‌ای که امروز ما باش رو برسیم این جامعه سرمایه‌داریه و این جامعه سرمایه‌داری تمام تناقضاتش، همه بدبختی‌هاش و همه ستمایی که درش میگذره بر متن منفعت سرمایه‌داری قابل توضیحه. حتی اگه اون ستما مربوط به ماقبل سرمایه‌داری باشه، بیکاری، فقر، هر چی رو بگیم در میگرده امروز به منفعت سرمایه‌داری تو دنیای امروز. و سرمایه‌داری رو باید برانداخت. و سرمایه‌داری رو باید برانداخت، یک جامعه‌ای رو بنا گذاشت که توش تولید برای سود نیست، سود محرکه تولید نیست، تولید برای رفع نیازمندی‌های بشره. امروز اگه تو ایران کارخونه دوای سرطان تولید بکنه ولی سود نده می‌بندنش. هر جای دنیا اینطوره. اگه دوای ایدز تولید بکنه اگه سود نده می‌بندنش. اگه مهد کودکی هست درست میشه سود نده می‌بندنش. چون خصوصیه، بر مبنای سوده، یعنی هیچی برای منفعت به اصطلاح برای خاص اون کار نیست که خوب آدم خدمت بکنه به جامعه در مقابلش از خدماتی که دیگران میکنن استفاده بکنه و یه نظام سوسیالیستی برابر و برای انسانهای برابر به وجود بیاره. این نظام تو جامعه امروز ایران ممکنه، دنیا ممکنه و به خصوص تو جامعه امروز ایران کاملا ممکنه. تنها شرطی که داره اینه که طبقه‌ای که میتونه اینو اجرا بکنه خودش به این واقعیت به اصطلاح آگاه بشه، اون چیزی که بهش میگن خودآگاهی پیدا کنه. اون چیزی که مانع سوسیالیسم تو جامعه ایران به اصطلاح عدم تشکل و عدم آگاهی طبقه کارگره برای اینکه بتونه این رو اعمال بکنه. یه درجه مینیمومی از به اصطلاح تشکل و آگاهی لازمه برای اینکه طبقه کارگر بدونه نقشش چیه، بدونه باید دست ببره با قدرت، بدونه باید متشکل باشه و اونقدر قدرتش رو به اصطلاح تشکل رو برده باشه و بالا تو صفوفش که جمهوری اسلامی و اینا هیچ نظام سرمایه‌داری نتونه بهش تعرض بکنه. واقعیتش اینه امروز اگه طبقه کارگر بخواد جامعه ایران رو میخوابونه. اگه کارگر برق و آب و نفت و حمل و نقل و همه اینا دست به هم بکنن، در عرض 24 ساعت جمهوری اسلامی رو ساقط میکنن. نه تنها جمهوری اسلامی، هر نظام بورژوایی رو ساقط میکنن. چرا این کار رو نمی کنن؟ به خاطر اینکه خیلی بهش اعتقادی ندارن، بهش آگاه نیستن، متحد نیستن، این صف به وجود نیامده. اول ماهمه در این رابطه معنی پیدا میکنن. اول ماهمه روزیه، بهانه‌ایه، روزیه و مناسبتیه که همه کمونیستا، اونایی که معتقدن به این چارچوب، اونایی که معتقدن به این افق و چشمنداز، تلاش میکنن که طبقه کارگر رو به وجود خودش، به نقشی که داره، به رابطه‌ای که با دنیای اطراف خودش داره،
با منشأ بدبختیاش، منشأ قدرتش، منشأ توانایی و ناتوانیش، خودآگاهیش از یه طبقه‌ای که برای خودش به اصطلاح داره حرکت میکنه تبدیلش کنن به یه طبقه‌ای که برای خودش حرکت میکنه. اول مهمه به این مناسبت در این رابطه همیشه معنی داشته، الان هم معنی داره. آدم‌های مختلف البته معنی‌های مختلفی براش کردن، ولی هر کی سعی می‌کنه، ولی یه جنبه مهمش دادن این خودآگاهی به تعامل کارگر همه جا همین بوده و امروز بیشتر از همیشه توی یه جایی مثل ایران این برای ما حیاتیه. رکن اصلی تمام تلاش ما، فرض کنید در دوره گذشته تمام تلاش ما برای اینکه تو متن اون جنبش سرنگونی یه پرچم آلترناتیوی بدیم جلو جامعه بذاریم، تمام ته قضیهش این بوده که تلاش بکنیم که طبقه‌مون رو متشکل‌تر بکنیم، طبقه‌مون رو متحد‌تر بکنیم، طبقه‌مون رو آگاه‌تر بکنیم برای اینکه بدونه باید چیکار بکنه، برای اینکه بتونه دست به قدرت ببره، برای اینکه بتونه تکلیف جامعه رو روشن بکنه. از این نظر اول ماهمه یه مناسبت کاملا مهمیه، چون همه دیگه میدونن که اول ماهمه روز کارگره. شما هر جای وقت میتونید به هر مناسبتی کارگرا رو جمع بکنید بگین چرا روز کارگره و چرا کارگر مهمه و چرا نه کارگر از این سر مهمه چون خیلی زحمت میکشه یا خیلی بدبخته. آدم بدبختر از کارگر تو جامعه زیاده، آدمی که زحمت بیشتری هم میکشه خیلی زیاده. آدمایی هستن تو این روستاهای تک خانواری کوههای بانه یا در بلوچستان خیلی زحمت میکشن ولی اون نقش رو تو جامعه ندارن. طبقه کارگر به علت جایگاهش تو جامعه، به علت این نقشی که میتونه تو متحول کردن کل جامعه بازی کنه اهمیت داره و اول ما اول مهر روز اون کارگره، روز پرولتر صنعتی، روز طبقه کارگر جهانیه، روزیه که طبقه کارگر اون باید برگرده قدرتش رو ببینه و خودش رو بشناسه و اطرافش رو بشناسه، دوست و دشمنش رو بشناسه. تلاش همگانی و همه جانبه کارگران تو سراسر دنیاست برای اینکه این خودآگاهی رو ببرن بالا، برای اینکه این درجه صف و اتحاد رو تو صف و طبقه کارگر رو ببرن بالا. اول ماهمه بسیار روز مهمیه. اول ماهمه روزیه که همه کمونیستا به خصوص باید با انرژی تمام، با قدرت تمام هر چی رو دارن مایه بذارن برای اینکه یه قدم آگاهی تشکل و آگاهی سوسیالیستی و تشکل رو تو طبقه کارگر، خودآگاهی رو، احساس نزدیک شدن رو، احساس این که ما باید با هم متحد بشیم، احساس این که همه کارگرها هم سرنوشتن، احساس این که طبقه کارگر سنف نمیشناسه، احساس این که طبقه کارگر جنسیت زن و مرد نداره، سیاه و سفید نداره، تراشکار و ماشینکار و تعمیرکار و انباردار و اینا نداره، همه طبقه کارگرن و همه با هم توی به طور واقعی تو این دنیا پایه زندگی رو میسازن و تو سرنوشت همدیگه شریکن. این پیامیه و این رسالتی که اول ماهمه داره داشته داره الان و باید با قدرت تمام پیش بود. به نظر من اول ماهمه روز بزرگی تو زندگی کمونیست ها که زندگی کمونیست هایی که میخوان طبقه کارگر رو متحد کنن هر جایی که هستن، مهم نیست هر کشور و هر جا و هر شهر و هر دهی که هستن، میشه کارگر اونجاست، میشه رب جمع کرد، متحد کرد. از فردای اون روز کارگرها با هم سلامی گرمتری میکنن، آدمایی که همدیگر رو نمیشناسن همدیگر رو میشناسن و احساس و قدرت و تعهد و آگاهی بیشتری میکنن. این کاریه که باید کرد، این کاریه که سنتا کمونیستا کردن، امسال هم دیگه به مراتب بیشتر، چون کل بورژوازی و بورژوازی هار ایران تعرض کرده به وسیع ترین تعرض تاریخ اخیرش رو کرده به معیشت و زندگی طبقه کارگر و باید جلوش ایستاد. و اول ماهمه امکان بزرگیه برای اینکه این صف رو تقویت کرد. همین چند دقیقه پیش راجع به اینکه حتی اگه تومار جمع کردن این صف رو تقویت میکنه، نباید جلوش ایستاد، باید ازش استفاده کرد، داشتیم حرف میزدیم. امروز اول ماهمه که به مراتب بیشتر میتونه این کارو بکنه و باید رفت پاش، باید رفت وسیعاً پاش دامن زد. فقط هم جشن و تظاهرات نیست، هر جور فعل انفعالی که به این مناسبت گفتم خودآگاهی و تشکل و اتحاد درونی طبقه کارگر رو بره بالا موضوع اول مهمه و امسال بیشتر از همیشه. فهم کنی امسال ویژگی معینی داره اول مهمه به نسبت سالهای گذشته، خیلی طبیعی داره به نسبت هر سالی، به دلیل اینکه امسال تو کل دنیا فشار به طبقه کارگر و به زندگیش غیر قابل مقایسه است در دل بحران امروز. اما میخواستم از زبون شما
ویژگی هایی که امسال اول می داره همراه شنوندگان همراه بینندگان بشنویم از شما. ببینید اشاره کردم اول ماه امسال همونطور که شما هم گفتید به اصطلاح روز جهانی، اگه واقعا بخواد باشه روز جهانی اعلام مقاومت خودآگاهی به اعلام این طبقه کارگر به سرمایه‌داریه که ما فریب نمیخوریم، مشکل از سوء مدیریت سرمایه نیست، مشکل از سرمایه‌داریه، مشکل از دزدی بانکدارا نیست، مشکل از تولید سرمایه‌داریه، مشکل از وجود آخوند نیست، مشکل از سرمایه‌داریه، آخوند مدافع سرمایه‌داریه. طبقه کارگری که برمیگرده اینو میگه، طبقه کارگری که میبینه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه برای اینکه سرمایه رو به اصطلاح سرمایه‌داری ایران رو از این گذرگاه رد بکنه و به اصطلاح متعارف‌ترش بکنه بر برده طبقه کارگر، و طبقه کارگری که امروز میتونه برگرده بگه من قبول ندارم، نمیکنم، این بحران رو باید روی دوش خود سرمایه‌داری خراب کرد. طبقه کارگر باید برگرده بگه که تاوان بحران اقتصادی رو کارگران زحمتکشان نباید بپردازن، تاوان بحران اقتصادی رو باید سرمایه‌داران بپردازن، دولت موظف خسارت بده، ما چرا باید بیکار بشیم؟ خامنه ای رو بیکار بکنین، آخونده رو بیکار بکنین، چرا حوزه‌های علمیه رو نمیبندین، چرا قم رو تعطیل نمیکنین، چرا پولی که از اونجا برمیگرده رو نمیکنین بیمه بیکاری، چرا نمیکنینش بیمه خدمات درمانی برای بچه‌ها، چرا همه این امامزاده و دفتر و دستک و مناره و گنبد رو تعطیل نمیکنین، تبدیل بکنین به جایی که معیشت مردم رو بتونه بیشتر بهتر تامین بکنه. پول هست اون جامعه، پول داره به خدمت سرمایه هست، امکان هست، ثروت هست، داره بخواد به خدمت به اصطلاح گذراندن سرمایه داری از این معبر داره که جمهوری اسلامی میخواد از با یه جهش دو تا کار رو با هم بکنه، هم سرمایه بحران جهانی سرمایه داری رو از سر بگذرونه، هم خود بحران از خود وجود جمهوری اسلامی که این مدت نتونسته سرمایه داری رو به اصطلاح فعالیت سرمایه تو ایران رو برای سرمایه دار و برای کل سرمایه به درجه لازم مطلوب بکنه و مناسب بکنه رو پشت سر بکنه بذاره. دارن پالایشگاه رو همه خصوصی میکنن، بخش زیادیش فلحال خصوصی هست ولی الان دیگه دارن میخوان بگن کل پالایشگاه رو میخوان خصوصی کنن. همه اینا تعرض امسال و امسال به اصطلاح جمهوری اسلامی با یه تفنگ دلول داره به طبقه کارگر شلیک میکنه و اول ماه مش با همون قدرت طبقه کارگر باید برگرده جواب طبقه باید جمهوری اسلامی رو بده، باید برگرده بگه نه، باید بگه من میشناسم خودم، هم تو رو میشناسم، قبول ندارم. و طبقه کارگر، هر اجتماع طبقه کارگری باید اگه برگرده بگه که ما یه جامعه سوسیالیستی میخوان، به نظر من پیشرفت عظیمی برای خودآگاهی و تشکل طبقه کارگر به وجود اومده و باید به این سمت رفت. اول امسال، اول مه امسال میگم جمهوری اسلامی امسال داره یک امسال به خصوص داره با یک تفنگ دلول به طبقه کارگر شلیک میکنه، یه لولش داره مشکلات ذاتی تولید سرمایه‌داری تو جمهوری اسلامی رو بر برده طبقه کارگر خراب میکنه، یه لولش داره مشکلاتی که به کل تولید بحران جهانی سرمایه‌داری تحمیل کرده بر زندگی همه مردم دنیا داره سر طبقه کارگر خالی میکنه، و کشته های به اصطلاح کشته هایی که داره در مقابل این توپ یا تفنگ دلول طبقه کارگر میده، بود بیکاری، خون خرابی، فقر و همین ابعاد دو برابر سه برابر افزایش پیدا کرد. اینه که اول ماهمه امسال از این نظر بسیار مهمه. میتونه نقشه، گفتم اگه نقش اول، اگه اساسا اول ماهمه روز اتحاد و روز خودآگاهی و روز برگشتن طبقه کارگر به خودشه و دیدن و شناختن خودشه، امسال یکی از اون سالاست که بیشتر از همیشه میتونه نقشه بازی بکنه. و همونطوری که گفتم من فکر میکنم کمونیستا علی اصول همیشه وظیفه‌شون این بوده، ولی امسال دیگه بیشتر از همیشه وظیفه‌شون اینه که تلاش بکنن، فعالین کمونیست تلاش بکنن که طبقه کارگر رو امسال رو واقعا بزرگترین اول ماه مه تاریخ ایمون تبدیل بکنیم. منظورم از تبدیل کردنش اعتراض فقط اعتراض و تظاهرات نیست، جمع شدن خودآگاهی اجتماعات هرچه بزرگتر، کوچیک، بزرگ، راستش کثیر، اجتماعات کثیر برپا کردن و روز اول ماه مه رو به روز خودآگاهی اتحاد طبقه کارگر تبدیل کردن. کورشمون در 3 هفته گذشته در بعضی از دانشگاه‌های کشور اعتراضات
عمومی چند هزار نفره دانشجویان بود، هم توی تبریز به ویژه و هم توی شمال، توی بخشی از شهرهای دیگه هم اعتراضات به نسبت این دو قسمت کوچکتری روی داد. این یک اتفاقی بود که هفته گذشته تقریبا یا روزهای گذشته خیلی قابل توجه بود. اگه شما نکته‌ای داشته باشید در این رابطه، من به عنوان موضوع حاشیه‌ترش یه مسئله رو طرح می‌کنم. مسئله اتفاقاتی که داره میافته، ببینید توی یه سال گذشته، یکی دو سال گذشته، جمهوری اسلامی نکته تیز حملهشو گذاشت روی دانشجوهای چپ، خصوص تو تهران، و تعداد دستگیری ها، تعداد دانشجوانی که آواره شدن، تعداد اخراجی ها از دانشگاه، اینا سرسام‌آور بود. و یه درجه ای تلاش کرد جمهوری اسلامی که یه محیط بسته ای رو به دانشگاه تحمیل بکنه و تو تهران یه درجه موفق شد. منتها همین اتفاقا این نشون داد که باز این جور موفقیت ها کوتاه مدت باشه که الان از بعض شهرستان ها شروع شده دوباره، ولی اینا رو همه رو باید به فال نیک گرفت و تحرک دوباره برمیگرده. جامعه رو نمیشه همیشه مختنق نگه داشت. عوارض تعرض جمهوری اسلامی به اصطلاح حرکت‌های و تشکل‌های دانشجویی از یه طرف، از یه طرف دیگه اون حالت به اصطلاح سری و بی‌حسی که محصول شکست افق دوره گذشته بود که به جامعه داده بود، اینا همه داره کمرنگ میشه. جامعه دوباره داره به تلاطم در میاد، به حرکت در میاد. این طبیعی‌ترین چیزی که اتفاق میفته. به دانشگاه همیشه نقش مهمی توی جامعه مثل ایران داشتن، به خصوص دانشجویان چپ نقش مهم و بسیار حساسی تو اینجور شرایط داشتن، تو دوره پیش نشون دادن، این دوره هم همینطوره. و باید اینا رو به استقبالش رفت، به فعال نیکره تلاش کرد که یه درجه وسیع‌تر و عمیق‌تری از اتحاد توی خود دانشگاه با وجود آورد، بین دانشجویان چپ و دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب با وجود آورد و به اصطلاح حرکت رو با قدرت بیشتر تو عمق عمیق‌تر تو چه جامعه چه توی دانشگاه پیش بود. این اتفاقی که داره میفته، جلو چشم ما داره میفته، باید استقبال کرد ازش. به نظر من طبیعی ترین چیزی بود و خطیه بزرگی برای جمهوری اسلامیه، چون جمهوری اسلامی به هر حال میدونه که چند نفر از دانشجوها رو آواره کرده، چند نفر زندون کرده. تا قضیه دوباره این نسل جدیدی دارن میان جلو، اینا هم همونقدر کار پشته تر شدن و دارن به اصطلاح به مساف جدیدی با جمهوری اسلامی. سوالی که تو این رابطه به نسبتی در حاشیه این موضوع هست، بازم مربوط به مسائل دانشجویی. در تقریبا هفته گذشته مقالات و جدل‌هایی بود در مورد دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب. بخشی از موضوع از اونجا شروع شد که خود وبسایت وزارت اطلاعات که به اسم داب تهران داردش نوشته بود در مورد شکنجه‌هایی که بر بخشی از دانشجویان رفته در زندان، به ویژه از محمد پور عبدالله اسم برده بود و گفته بود که در زندان خونریزی داشته، به خاطر اینکه گفته بود زندانیان بهش حمله کردند. به حال اینا را درج کرده بود. در حول و حوش اینها خود اطلاعات مدعی شده بود که دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب به دلیل ضرباتی که خوردند دیگه نمیتونند فعالیت علنی گذشته را داشته باشند. وقتی فعالیت علنی گذشته را نداشته باشند، عملا تقریبا میشن یا تبدیل میشن به یه تشکیلات چپ مخفی و این دیگه داب نیست، این یک سازمان کمونیستیه. و طبعا مثل همیشه وزارت اطلاعات وصلش کرده بود به احزاب سرنگونی طلب. هول هوش این، خب بخشی از فعالین چپ دفاع کرده بودن از دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب در مقابل هم در مقابل این که گفته شکنجه کرده ایم علنن و این که گفته بود که از فعالیت علنیشون رو داریم از بین میبریم زمینی فعالیت علنیشون رو. در مقابلش کسانی بودن جدل کردن، گفتن که داب وجود نداره، گفتن یا تحلیل کردن که
در بین تحرکات دانشجویی سال گذشته وقتی تحلیل کردند نادیدش گرفتن، اسم نبردن. در مقابل اینم بازم فعالین چپی انتقاد کردند که چرا بخشی از این اینا که به خودشون میگن چپ، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب و توی نوشته هاشون سعی میکنن حس کنن، سعی میکنن سانسور کنن، سعی میکنن موجودیتشون رو انکار کنن. چه سودی هست، چه منفعتی هست؟ اینا بحث و جدلای مختلفی بود و بخشی از بحث هم بازم برگشته بود به این که تاکتیک 13 آذر سال گذشته دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب چطوری اشتباه بوده، چطوری ماجراجویانه بوده و اینکه حزب حکمت هیچ مقصره و جوابگوست و و و و خیلی و ها. اینا خواستم شما رو در جریان جدل هایی که در مقابل هم شده و البته همه اینا خارج از دایره فعالین حزب حکمت هست، این بحثا رو که من دارم میگم، خواستم نظر شما رو در مورد همه اینا یا خلاصش بخوام. به ویژه در مورد ادعای وزارت اطلاعات، خود اطلاعات وزارت اطلاعات نگفته که ما دانشجویان آزادی خواه و برابر طلب از بین میبریم، برعکس ادعای بعضی از فعالینی که به خودشون میگن چپ. خود وزارت اطلاعات گفته که ما امکان فعالیت علنیشون رو از بین میبریم با گرفتنشون، با شکنجه کردنشون، با اخراجشون و با تاکتیکایی که تا به حال انجام دادن توی تهران و اخیراً اساسا در اصفهان. ببینید، این که دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب یا داب هست یا نیست، این رو من لازم نیست بگم و من و شما هم هرچی بگیم هست، یه ده میگن نیست، روز روشن رو میگن هست یا نیست، این اصلا مهم نیست. کسی که صبح تا شب افتخار میکنه با هر سکسکه هر آدم نیمه مذهبی مثل هر آیت الله یا هر ناسیونالیستی از ناسیونالیست عراق و جلال طالبانی گرفته تا هر که دیگه یه اعلامیه میده و عکسشو باش میندازه و اسم میاره و تشکر میکنه و میگه و حاضر نمیشه ظرف دو سال گذشته از یه حرکت چپ تو دانشگاه اسم ببره، داره بیشتر خودشونشون میده و داره خودشون میشنسونه. اینجا گفتن و من و شما که هست یا نیست مسئله رو حل نمیکنه. کسی که میخواد بدون داب هست یا نیست بره تو دانشگاه ایران سر بکشه ببینه که چند درصد از دانشجویان واقعا آزادی خواه و مبارز و چپ دانشگاه های ایران خودشون رو اصولا داب میدونن، خودشون متعلق به دانشجوی آزادی خواه و برابری طلب میدونن. الان شناخته شده ترین بخش حرکت دانشجوی چپ ایران رو تشکیل میده و هست، منتها اینجا بحث من نیست، بحث من تاکتیک جمهوری اسلامی. ببینید، جمهوری اسلامی طبیعتا تلاش میکنه داب رو مخفی بکنه. اینو از روز اول ما معتقد بودیم، شخصا چندین بار راجبش حرف زدم، گفتم، نوشتم و حزب ما هم راجبش مکرر صحبت کرده. برای داب مخفی شدن شکستشه، برای هر تشکلی، برای سندیکای شرکت واحد هم مخفی شدن عملا شکستشه. سندیکای شرکت واحد هم نمیتونن از بین ببرن ولی میتونن مخفیش کنن و وقتی مخفی شد دیگه از خاصیت میفته. برای داب هم همینطور. مبارزه که امروز روبرو هست به اصطلاح حرکت چپ تو دانشگاه ایران اینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه به هر بهانه‌ای به هر شکلی شده این حرکت رو به اصطلاح غیر قانونی، به معنی اینکه اگه شما اونجوری باشین میگیرنتون و میگیرن و عملا میگیرن. همین دستگیری‌هایی که هست نشون میده که میخوان این حرکت رو به اصطلاح میتونه خودشون دارن میگن به زیر زمین برونن. به نظر من باید با چنگ و دندون جنگ کرد و نذاشت این حرکت به زیر زمین برونده بشه، به خاطر اینکه تبدیل کردن داب به یه حزب یا گروه سیاسی به نظر مرگشه. داب یا هر حرکت توده‌ای، مثل این سندیکا شرکت واحد شما بخواهن تبدیلش کنیم به یه گروه هرچی سیاسی، دیگه سندیکا شرکت واحد نیست، دیگه یه تشکل علنی نیست، دیگه یه تشکل توده‌ای نیست. قدرت داب در این بود که یه تشکل رادیکال بود و عملا نیمه علنی بود و بخش زیادی از دانشجوها خودشون رو باش تداعی میکردن، میتونستن برن و این هنوزم به درجه زیادی هست. این که تعدادی از رهبران به اصطلاح با زیر فشار گذاشتن رهبران این حرکت توی اساسا تو تهران و بعضی شهرهای بزرگ میخوان این رو به اصطلاح به کنج مخفیگاه برونن تا حالاش به نظر ناموفق بوده. خب یه درجه
محدودیت رو تحمیل کرده، اینم طبیعیه، ولی اینم میگذره، اینم میگذره، هم مطمئنم بچه ها یاد میگیرن و هم نسل جدید میاد و کلا شرایط عوض میکنه. جمهوری اسلامی نتونست دانشجو اسلامی رو به دانشگاه ایران بقبولونه، نتونست حتی دفتر تحکیم وحدت رو جاپاش محکم بکنه تو دانشگاه. اینکه بخواد جلوی این پدیده رو بگیره کار بسیار پیچیده تریه، نمیدونم غیر ممکنه، کار بسیار پیچیده تریه، ولی تا همینجاش نظرم ناموفق بوده. و چیزی که هست اینه که به درجه خب دست و پا رو جمع کردن، تعدادی از بخشی از شبکه رهبرانش یا مخفی شدن یا عازم خارج کشور شدن، تبعید شدن، عملا تبعید رو انتخاب کردن و که همچین اینجور اتفاق ها پیش میاد. این یه دوره به اصطلاح طول میکشه تا دوباره خودش رو بگیره و خودش رو میگیره. به نظرم شواهدی که از نشون میده که میتونه دوباره خودش رو جمع بکنه و اگه حرکت چپی تو دانشگاه ایران پایه داره که داره، امروز تنها جریانی که من میبینم میتونه این نقش رو به عهده بگیره خود دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب هستن، نه هیچ جریان دیگه. انتقاده هم که میشه خب طبیعی، هر کی حق داره انتقاد بکنه، هر کی حق داره بگه تقصیری کی بود. معمولا وقتی که یه عقب نشینی تحمیل میشه برای کسانی که خیلی صاحب قضیه نیستن، مسابقه این شروع میشه، تقصیر کی بود؟ من نبودم، تقصیر یکی دیگه بود. حزب حکمتیش وایساده سر جاش، این حرفا رو میشنوه و ولی بعید میدونم که این حرفا تأثیری توی سیر روال اوضاع بذاره یا جنبندی به اصطلاح مثبت‌تری باشه. بعضی هستن که میخوان از دانشجویان آزادی خواه برابری طلب یه حزب سیاسی بسازن با یه خط مشخص. این اگه موفق بشه داغ رو نابود میکنه، به خاطر اینکه قدرت دانشجویان آزادی خواه برابری طلب در این بود که یه حرکت چپ عمومی توده‌ای بودن، یه پلتفرم بسیار وسیع، یه سازمان گلوگشاد با حداقل دستپاگیری‌های یه سازمان سیاسی. میدونم این یه محدودیت‌های رو طبیعتاً تحمیل می‌کنه به یه سازمان توده‌ای، ولی قدرتی هم بهش میده. با قدرتی که به اصطلاح حرکت دانشجویان آزادی خواه برابری طلب داشت، از یه طرف رادیکالیسم بود که نمایندگی می‌کرد و هنوز توش جوش می‌زنه، این رادیکالیسم می‌جوشه، و از یه طرف دیگه ابعاد وسیعش و واقعا دامنه هر کی میتونه تو خودش بگه من متعلق به دانشجویان آزادی خواه برابری طلب، اون قرار نبود کار خاصی بکنه یا کسی خاصی اوکی بهش بده که این کار بکنه. این قدرت داغ بود به نظر من، باید نذاشت چه دشمنانش و چه دوستان نادانش تبدیلش بکنن به یه از دل این ماجرا یه سازمان توده‌ای تبدیل بکنن به یه سازمان سیاسی بسیار محدودتر، با دامنه عمل محدودتر، و به نظر من آینده نخواهد داشت. این تا کسی نمیتونه امروز سازمان سیاسی خیلی متفاوتی با اون چیزی که امروز تو اپوزیسیون ایران هست به وجود بیاره. دیر یا زود هر سازمانی هم به وجود بیاره، این جذب سازمان سیاسی مشابه خودش میشه تو اپوزیسیون ایران، بعد دوباره این مسئله در مقابلش قرار میگیره. حالا چجوری باید یه سازمان توده چپ تو ایران به وجود، اگه آدم جدی باشه به وجود بیاره، دوباره صورت مسئله از اول در مقابلش قرار میگیره، دوباره از نو با مسئله روبرو میشه. اینه که شخصا فکر میکنم که این دوتا نوع بحثا رو باید از هم جدا کرد. گفتم جمهوری اسلامی خب بخشی اون حرفایی هم که میزنه بخشی از جنگ تبلیغاتیشه، بخشی از جنگ روانیشه داره میکنه علیه چپ، علیه داغ فقط نیست، کلا علیه چپه تو دانشگاه ها. و کسی که عقل داشته باشه الان به نظر من باید این رو تشخیص بده، اون وقت اگه داشته باشه اون وقت باید کنار داغ وایسه و کنار داغ وایسه و تقویتش بکنه و سعی بکنه که جمله حمله جمهوری اسلامی رو پس بزنه، چون پایین اومدن این حمله از دلش هیچ چپی سالم بیرون نمیاد. امروز حمله به داغ حمله به کل چپه و هر چپی که وای نست دفاع بکنه از داغ به نظر من میبازه بازنده است. از یه طرف به اصطلاح محدودنگری و سکتاریزم و غیر اجتماعیگری خود غیر سیاسی و غیر اجتماعیگری خودشو نشون میده، از یه طرف دیگه تو دنیای واقعی میبازه، دنیای واقعی میبازه، هیچ خشتی رو نمیتونه روش خشتی بذاره. اگه اجازه بدید سراغ موضوعی بریم که مدتی در موردش چیزی نگفتیم، بحث انتخابات. این مدت آقای خاتمی رفت
به دنبال این که میر حسین موسوی اومد، بعدش از کروبی خواستم بره کنار، کروبی ظاهرن دندشو تونتر کرد و یه چارچوبی برای اصلاح در قانون اساسی و توی چیزهای مختلف دیگه گفته. فکر میکنید کل اینها زیاده کم شدن این کاندیدها و برنامه های مختلفی که توی این چارچوبی که معرفی کردن میدن چقدر میتونه هوا و فضای انتخابات رژیم اسلامی رو گرم کنه، داغ کنه؟ ببینید جمهوری اسلامی انتخاباتش همیشه انتخاب بین از خودشون یه طیفی رو میذارن، به اصطلاح تازه اون چیزی که بهش میگن انتخابات، میذارن خودشون تصفیه میکنن، میذارن جلو و میگن که ظاهرن به مردم میگن میتونین به این آخوند یا اون آخوند بی‌عمامه یا این لومپن یا اون لومپن دیگه رای بدید. این منطق انتخابات جمهوری اسلامی، دعواها توشون دعوای جریان ها و گرایش هاست، دعوای توشون واقعیه و دعوای سنت ها و گرایش های مختلف تو خود جمهوری اسلامی. امروز به نظر من جناحی که هم وقتی هم که خاتمی خودش کاندید کرد، ما با هم صحبتی داشتیم تو همین برنامه تلویزیون، هم وقت من گفتم من بعید میدونم که خاتمی اصلا هیچ به اصطلاح هیچ اصلا موضوعیتی داشته باشه دیگه تو فضای سیاسی ایران، چه به لحاظ خودش خطش و چه به لحاظ تناسب قوایی که توی به اصطلاح صف سنت‌های مختلف تو جامعه ایران هستن. یه سنتی توی کل بورژوازی ایران اومده و به اصطلاح پیروزی رو این دوره بر علیه آمریکا در تثبیت جمهوری اسلامی، برای به اصطلاح همین حرکت بستن کارخونه‌ها، سودآور کردن سرمایه، همه اینا رو علارغم همه به اصطلاح کج و پلیدیا و جفتک چارکش‌های احمدی نژاد، این رو به اسم خودش، به پیروزی رو به اسم خودش تموم کرده. حالا تو خود جمهوری اسلامی، صفوف جمهوری اسلامی چرا باید جمع بشن پشت یه بازنده دیگه برن که به اصطلاح بتونن کسی رو قانع کنن که به یه بازنده حرفه‌ای که چند بار باخت و تو دورهای گذشته کار خاصی نکرده بتونه به اصطلاح بتونن برگردن به اون تأثیر بکنن؟ اوباما هم قبول کرده که جمهوری اسلامی باید با خامنه ای احمدی نژاد حرف بزنه، این وسط با سنت‌های دیگه بتونن بیان این ماجرا رو از دستشون در بیارن. شخصا بسیار بعید میدونم، باید میدونم که این دعوا دعوای جدی بشه، دعوای جدی که خودشون به شرطی صورت میتونه بگیره که از خود همین جناحی که امروز به اسم پیروز از تو جمهوری اسلامی در اومده، به اصطلاح آلترناتیوی برای احمدی نژاد قدم جلو بذاره که هنوز تا حالا نکرده. کسی مثل لاریجانی یا این تیپا که از همون سنتن، با یه به اصطلاح ادویه مختلفی، با یه چاشنی مختلفی اونا جلو بذارن، دعوای میتونه جدی تو خود جمهوری اسلامی رو راه بندازه. ولی دعوای بین میر حسین موسوی و احمدی نژاد بعید میدونم با پیروزی، اصلا با یه دعوای جدی بشه تو این سطح که، یا کروبی هم همینطور، اونا روز روزش که قدرت داشتن هیچ کار نتونستن بکنن، امروزی که قدرت ندارن دیگه آدم ها به باز بعید میدونم به بازنده ها ده بار شانس بدن، ندادن. به خاتمی هم هیچی جلوش نبود، رفت کنار، اینا هم بعید میدونم. تو سطح این که مردم برمیگردن به انتخابات رأی میدن یا نه، بعید میدونم. همیشه مردم این دورهای آخر دیگه خیلی چیزی نبوده، جدی نبوده و بعید میدونم تبدیل بشه به سیرکی که بتونه کسی رو سرگرم بکنه. این دوره بعید میدونم اتفاق بیفته، مگه چیز خارق العاده پیش بیاد، ولی شخصا بعید میدونم که بتونم یه سیرکی رو بندازم که تماشاچی زیادی رو بتونه خودش جذب بکنه. اگه اجازه بدید موضوع کمی از ایران خارج بشیم. شما که اسم اوبارم آوردی، این به یاد من آورد که بحثی رو در مورد، یا سوالی رو که در مورد اوباما داشتم ترک کنم. احساس میشه که بخشی از اپوزیسیون ایران انتقاد داره به اوباما که داره با جمهوری اسلامی سازش میکنه، این از طرفی. از طرف دیگه اوباما توی بخشای دیگه از دنیا به دنبال شکستش در عراق، به طور کلی به دنبال شکست آمریکا در عراق و عقب نشینی‌هاشون، بازم عقب نشینی‌هاشون بیشتر خودشون نشون میده، در پیشروی طالبان توی پاکستان، در قانون ضد زنان در افغانستان،
میخواستم در مورد این مسائل نظر شما رو بپرسم. ببینید پیروزی چیز مخفی نبود، اینکه اوباما تو چارچوب سیاست داخلی آمریکا و تو چارچوب تاریخ آمریکا چه جایگاهی داره، این یه بحثیه که بحث موجهی میشه صحبت کرد. به نظر من پدیده جالبیه که راجع بشه صحبت کرد و تحلیل کرد که تو به اصطلاح عواقب شکست مفتضح راست افراطی تو آمریکا برای اولین بار چپترین جناحی که میتونست توی حزب دموکرات وجود داشته باشه، چپترین جناحی که میتونست توی چارچوب حزب دموکرات وجود داشته باشه رو به قدرت رسونده. اوباما چپتر از خاتمی در به نسبت جمهوری اسلامی تا وقتی مقایسش بکنیم با خود موقعیت آمریکا. این یه بخش مون تا اوباما پلتفرم جمع کردن به اصطلاح شکستیه که بر آمریکا نازل شد، شکستیه که تو دوره گذشته نه فقط در مقابل ایران و تو عراق، تو سطح کل جهان به لحاظ اقتصادی، به لحاظ موقعیت استراتژیکش، به لحاظ همه چی بر آمریکا تحمیل شد و تلاشیه برای اینکه جمع کردن اینکه شکست رو به حد اول نگه داشتن و مانع گسترش شکست شدن، این مانع تبدیل شدن این شکست به هزینت برای آمریکا، برای فرو ریختن قدرت آمریکا یا اعتبار آمریکا تو به خصوص منطقه خاورمیانه و خاور دور که امروز نقش مهمی رو دارن ایفا میکنن. خاورمیانه‌اش برای مثلا نفت و کل نقشی که این منطقه داره، خاور دورش در مقابل چین و به یه درجه روسیه و هند که به اصطلاح دارن رشد میکنن و دارن به اصطلاح کیکی که هست، سهمی که از ثروت تو دنیا هست و به نفع خودشون دنیا رو دارن دوباره باز تجدید تقسیم میکنن. اوباما تلاشیه برای این که به اصطلاح ضرر رو تو حداقل نگه بده. این وقتی نگاه بکنید تو افغانستان ظاهرا میخواد ارتشش زیاد بفرسته، ولی وقتی پلتفرمش رو نگاه میکنیم، پلتفرم از مبارزه علیه طالبان تبدیل شده به مبارزه علیه قاعده و فراهم آوردن شرایطی که بشه با طالبان مذاکره کرد. پلتفرم اوباما شکست طالبان نیست، مذاکره با طالبانه و ارتش میبره اونجا که بتونه درست باشون مذاکره کنه. در رابطه با جمهوری اسلامی هم همینطور، پلتفرم اوباما شکست دادن جمهوری اسلامی نیست، به رسمیت شناختن جمهوری اسلامیه برای اینکه مانع عقب نشینی بیشتر بشه. در نتیجه ناسیونالیستایی که به اوباما انتقاد میکنن خواب بودن تا حالا، نمیدونن چه اتفاقی داره تو دنیا میفته، جنبششون شکست خورد و رهبرشون داره میره به اصطلاح صلح کنه با مخالف خودش، با جمهوری اسلامی اینجا میخواد بره صلح کنه و اوباما داره همین کارو میکنه. اینکه این ماجرا به یه درجه از تنش دوره بوش میندازه، منتها به طور واقعی کشمکش رو از سطح نیروی نظامی یا به اصطلاح گردنکشی نظامی میبره تو سطح مذاکره و سیاسی و فشار آوردن های سیاسی و اقتصادی و کشمکش نماکان در جریان. طبیعتا هر دو طرف میخوان به یه جور تناسبی برسن، جمهوری اسلامی هم به نظرم مطلوبش میدونه به یه جور تناسبی برسونه. هر دو طرف مشکلات درونی خودشون رو دارن به خاطر اینکه به تعادلی برسن و هر دو طرف تلاش دارن میکنن که به اصطلاح به جمهوری اسلامی تلاش میکنه بردش رو بیشتر، دامنه بردش رو بیشتر بکنه و اوباما و آمریکا دارن تلاش میکنن که دامنه باخت رو محدود و کنترل شده بکنن. این رو در رابطه با سوریه میبینید، در رابطه با روسیه میبینید، در رابطه با چین میبینید، حتی در رابطه با کره میبینید که یهو کره از محور شر دوران بوش تبدیل میشه به یکی که وقتی موشک هوا میکنه فقط بهش میگن آقا جون چرا این کار کردی، اعلامیه تازه اونم قرار میکنه میز مذاکرات ترک میکنه میره بیرون در مقابل اینکه بهش گفتن چرا. میخوام بگم این تناسب قوا جدیدیه تو دنیا، ایران هم بخشی از این تناسب قوا است تو منطقه و هم بحثی که ما کردیم گفتیم که شکست آمریکا و کل ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی رو که با غرب خودش تداعی میکرد باعث شده که پرچم ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی رو فعلا احمدی نژاد تا اطلاع ثانوی برداشته، کسی یا سنتی پیدا بشه که بتونه از دستش در بیاره، اون به این سادگی نیست. این پرچم رو شکست یک قدرت مهم تو دنیا آمریکا در دسته
این جریان اسلامی، جریان ناسیونالیست اسلامی، از ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی امروز دست ناسیونالیسم اسلامی افتاد، پرچم عظمت طلب ایرانی. این که ناسیونالیسم پرو غرب ایران میره حالا رفورمیست میشه یا نه بعید میدونم، همچین پتانسیل من تو این سراغ ندارم، پرتر و به اصطلاح فاشیستر از اینه که حتی بتونن رفورمیست هست توشون در بیاد. چه باید هایی که میکنن همین چیز چرا پدیده جالب اینه که یکی از کانال های تلویزیونی که بین مربوطه از مردم خواسته که به نسبت روز جهانی کارگر روز ده اردیبهشت بیان بیرون و به حال شعارهای سر بدن و پرچم نمیدونم ایران و خلیج فارس و چی رو طرح کنن به مناسبت اول ماه می. بالاخره اول ماه می بورژوها میخوان استفاده خودشونو بکنن، ولی اینا دیگه پرترین بورژوهای دنیا هستن، چون بورژوها تو دنیا اول ماه می رو میخوان سعی بکنن زیر خاک یا غیر سیاسی اعلامش بکنن. کسی که به اصطلاح بورژوایی که داره یا کانال تلویزیونی که داره اعلام میکنه این ناسیونالیست لس آنجلسی که اول ماه نو با پرچم خلیج فارس میان بیرون، به نظر من فقط نشون میدن آدم های پرتی هستن که والا وجودشون باعث ننگ اون جامعه هست. کورش مدرسی دو دقیقه دارم و یک سوال، اونم در مورد سوال خیلی گنده ای، حتما شما وقتی این که سوال مفصل جواب مفصل بدید ندارید. اوضاع اقتصادی دنیا کماکان بد و بد و بد و بده، فکر میکنید که همینطور میمونه؟ فکر میکنید که یک چشم‌اندازی هست که بتونن خودشون رو جمع کنن، اوضاع اقتصادی رو یکم بهبود بدن به نفع طبقه حاکمه؟ اوضاع اقتصادی دنیا بد نیست، این فرمبندی غلطیه. به نظر من اوضاع اقتصادی دنیا بد نیست، بحران داره، سرمایه‌داری بحران داره، سوداوریش اومده پایین و داره این برای سوداور کردن سرمایه تعرض کرده به مردم کارکن و زحمتکش تو سراسر دنیا. این معنی بحرانیه که هست. آیا سوال شما من متوجه نمیشم، آیا سرمایه به زودی سوداور میشه؟ قطعا دوباره سوداورش میکنن. صد بار تو تاریخ این اتفاق افتاده، از برده طبقه کارگر و مردم زحمتکش دوباره سوداورش کردن و یه دوره شکوفایی رو به سرمایه‌داری برگردوندن. این بار هم این کار خواهند کرد با قیمت گزاف. بعید میدونم ظرف 4-5 ماه یه سال آینده این اتفاق بیفته، ولی بالاخره این جهت داره پیش میره، این جهت داره پیش میره. کارخونه‌های غیر سوده دارن ورشکست میشن، صنایع دارن بسته میشن، کارگرها بیکار میشن، حقوق دستمزد کارگرها همه جای دنیا اومده پایین، بیکاری همه جا رفته بالا و در نتیجه کارگر رو میتونن با شدت بیشتری استثمار بکنن و سود ببرن بالا، دیر یا زود سود میبرن بالا، دوباره چرخ تولید راه میفته. منتها تو این وسط یه نسلی از طبقه کارگر و مردم زحمتکش تو سراسر دنیا تباه میشن و این پروسه در جریان جلو چشم ما در جریانه و به نظر من کاملا مطابق اون الگویی که پیشبینی که به اصطلاح ترسیمی که مارکس توی کاپیتال میکنه همینجوری داره پیش میره. دقیقا انگار کاپیتال امروز مارکس نشسته، به خصوص کسایی که آشنا باشن با جلد 3 که راجع به بحران صحبت میکنه، انگار مارکس امسال نشسته همین امسال داره راجع به تاکتیک همه اینا صحبت میکنه. اینقدر تازه و اینقدر روز و اینقدر با جزئیات قدم به قدم میگه چجوری اینا سرمایه‌داری همیشه سرمایه رو از بحران میکشه بیرون، خودشو میکشه بیرون. این منطق سرمایه‌داریه. این بارم چیز متفاوت نیست، داره همین کار میکنه، از اوباماش تا احمدی نژادش همه دارن این کار میکنن، مگه اینکه طبقه کارگر یه جای دنیا برگرده بگه نه. و اونجا به نظر من اگه جایی تو دنیا وجود داشته باشه که این اتفاق بتونه توش بیفته ایرونه، نه آمریکاست، نه فرانسه، نه کاناداست، نه عراق، نه پاکستان، نه افغانستان. ایرون مجموعه خواصی هست تو ایرون تاریخا جمع شده که این امکان رو به وجود آورده. طبق کارگر تو ایرون مناسبتر از همه جای دنیا و در وضعیت مناسبتری است برای سرمایه‌گذاری کل سرمایه داری. کورش مدرسی لطف کردید، خسته نباشید. بینندگان عزیز، صحبت های کورش مدرسی بود، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و اوقات خیلی خوبی براتون آرزو میکنم.